یکی از نمایندگان مجلس ایران از نامه اعتراضی پنجاه نماینده مجلس به حسن روحانی رئیس جمهور درباره ی قانون جدید در آمریکا که می تواند باعث محدودیت سفر به ایران شود خبر داده و همزمان اعلام شده که وزیر امور خارجه ایران برای توضیح در این باره هفته آینده به مجلس می رود. محمد جواد کریمی قدوسی از اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایران گفته است که پنجاه نماینده با امضای نامه ای به آقای روحانی قانون جدید در آمریکا و گزارش اخیر مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی را نقض برجام یا توافق جامعه اتمی با گروه پنج به علاوه یک دانستند و خواهان برخورد قاطع دولت و دستگاه دیران. دیپلماسی کشور با این بدعهدی ها هستند در آمریکا رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان این کشور با انتقاد از نامه جانکری به وزیر خارجه ایران هشدار داده کاخ سفید می بایست به جای تلاش برای جلب رضایت حکومت ایران تهران را در قبال آزمایش های موشکی اخیر حمایت مستمر از تروریسم و زندانی کردن غیرقانونی شهروندان آمریکایی وادار به پاسخگویی کند آقای کری روز شنبه 28 آذر در این نامه به وزیر امور خارجه ایران اطمینان داده که دولت آمریکا قانون محدودیت صدور ویزا برای افرادی که به ایران سفر کردند را به گونه ای اجرا خواهد کرد که هیچ مانعی برای منافع اقتصادی مشروع ایران ایجاد نکند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه 27 آذر قانونی را امضا کرد که به موجب آن شهروندان 38 کشور عمدتا اروپایی که پیش از این از گرفتن ویزا معاف بودند در صورتی که از سال 2011 تا کنون به ایران عراق، سوریه و سودان سفر کرده باشند باید برای ورود به آمریکا روادید بگیرند. کوین مککارتی رهبر اکثریت جمهوریخواه در مجلس نمایندگان آمریکا نیز از نامه جانکری به عنوان اقدامی برای دور زدن قانون تازه انتقاد کرده و گفته قصد کنگره چنین چیزی نیست آقای مککارتی در بیانیه ای که روز دوشنبه سی آذر منتشر شد گفته است برخلاف آنچه که وزیر امور خارجه به محمد جواد ظریف گفته است کنگره قصد نداشته و ندارد تا به کسانی که به ایران برای اجرا و تسهیل توافق هسته ای سفر می کنند معافیت ویزا بدهد. در بیانیه ی آقای مکارتی آمده است به جای تضعیف اهداف کنگره در خصوص معافیت ویزا کاخ سفید بهتر است به آزمایش های موشکی ایران که نقض مکرر قطنامه های شورای امنیت هستند رسیدگی کند. عباس عراقچی عضو ارشد تیم مذاکره اتمی و حسین جابری انصاری سخنگوی وزارت خارجه ایران اعلام کردند که نامه جانکری می تواند تضمین اجرای توافق اتمی وین باشد آقای جابری انصاری گفت برای جمهوری اسلامی تنها اجرای تعهدات ذکر شده در توافق اتمی وین ملاک است و مسائل داخلی آمریکا به ایران مربوط نیست در ایران تندروها به این موضوع واکنش نشان دادند از جمله محمد رضا نقدی رئیس سازمان بسیج از وزارت امور خارجه ایران انتقاد کرده و گفته آقایان به جای مقابله به مثل در مقابل قانون اخیر آمریکا علیه ایران توجیهگر شدند و میگویند طرف نامه نوشته و قرار شده با همکاری نداشته باشیم وی مدعی شده ادعی به خاطر اینکه پایگاه مردمی ندارند به قدرت خارجی تکیه میکنند و میگویند ما باید رابطه من را با آمریکا بهتر کنیم در فتنه 88 این دو طیف هم دیگر را پیدا کردند امروز هم همین خطر وجود دارد حسین نجات معاون فرهنگی سپاه پاسداران هم گفته نامه آقای کری هیچ زمانت اجرایی نداشته و با چنین نامه این نقض برجام مرتفع نمی شود. وی مدعی شده تنها در صورتی که رئیس جمهور آمریکا به عنوان مرجع قانونی رسما حکمی را ابلاغ کند و اعلام کند که این مسبب مورد قبول من نیست برجام نقض نشده است. در همین حال صدا و جمهوری اسلامی شامگاه دوشنبه سی آذر از پخش گفتگوی محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران با عادل فردوسیپور به مناسبت شب یلدا جلوگیری کرد. عادل فردوسیپور مجری برنامه ورزشی نبد در پی تصمیم مسئولان ارشد صدا و سیما مبنی بر پخش نشدن گفتگویش با محمد جواد ظریف گفت از ظریف و مردم عذرخواهی می کنم. صدا و سیما صلاح ندید مصاحبه پخش شود. پیش از آغاز برنامه نبد ویژه برنامه یلدا در شبکه سه که قرار بود مصاحبه آقای ظریف پخش شود ویژه برنامه با حضور چهره های نظیر غلام علی حداد عادل و بهنوش بختیاری به صورت زنده پخش شد. مقام های عراقی میگویند که نیروهای دولت عراق عملیات بازپسگیری شهر رمادی از دست داعش را آغاز کردند. منابع خبری خبر از ورود نیروهای عراقی و شبه نظامیانی که از حمایت نیروی هوایی برخوردارند به مرکز شهر رمادی خبر دادند. سخنگوی مرکز ضد تروریسم عراق گفته است این نیروها در حال پیشروی به سوی مجتمع اصلی دولتی در شهر هستند. رمادی در 95 کیلومتری غرب بغداد قرار دارد و از مهمترین پایگاه های داعش به شمار می رفت. این شهر در استان انبار از ماه مه امسال در دست نیروهای داعش است و نیروهای دولت عراق از آن زمان تلاش کردند کنترل این شهر را دوباره در دست گیرند. رمادی از زمان سقوط سردام حسن یکی از پایگاه های اصلی شورشیان سنی بوده و بازپس گرفتن این شهر میتواند پیروزی مهمی برای دولت قلم داد شود بازپسگیری رمادی در حالی است که روز گذشته اوباما رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرده، مبارزه با داعش باید به شیوه درستی پیش برود که با ارزش های آمریکا انطباق داشته باشد. وی روز دوشنبه سیوم آذر ماه در مصاحبه تفصیلی با رادیوی ملی آمریکا در پایان سال میلادی و در دفاع از استراتژی دولت خود در مبارزه با داعش گفت داعش یک گروه تروریستی نیست که بتواند آمریکا را نابود کند و یا یک قدرت بزرگ اقتصادی هم نیست که برای ما خطر جدی ایجاد کند اما اینکه میتواند به ما مردم و خانواده های ما ضربه بزند واقعیت دارد سخنان آقای اوباما در حالی ابراز شده که نظرسنجی های اخیر نشان می دهد که فقط سی درصد مردم آمریکا روش مبارزه دولت با این گروه را تایید می کنند. رئیس جمهوری آمریکا گفت دلیل نگرانی بیش از حد مردم این است که در ماهای اخیر رسانه ها به شکلی این موضوع را پوشش دادند که گویا این گروه تروریستی همین فردا همه را خواهد کشت. آقای اوباما گفت مردم آمریکا شکستها و عقب نشینی های این گروه از مناطقی مثل سنجار و یا تکریت را ندیدند و یا شاید از 9000 حمله هوایی به مواضع این گروه طی یک سال و نیم گذشته خبر ندارند و در نتیجه ممکن است احساس کنند که واکنش دولت آمریکا در حد کافی نبوده است. آقای اوباما در این مصاحبه به انتقادهای نامزدهای جمهوری خواه انتخابات ریاست جمهوری نیز پاسخ داد. آقای اوباما تاکید کرد که به اعتقاد او برای ثبات منطقه بشار اسد باید از قدرت برکنار شود. آقای اوباما از بمباران گسترده در سوریه انتقاد کرد و گفت در یک چنین روشهایی نمیتوان تشخیص داد که چه کسانی در اثر بمباران کشته میشوند وی تصریح کرد اگر منظور این است که صدها و هزاران عراقی و سوریه بیگناه را بکشیم این کاری نیست که با ارزشهای آمریکایی انتباه داشته باشد سیاستی است که نتیجه آن تشدید ضدیت با آمریکا و ایجاد خطرات بیشتر برای امنیت ملی ماست. حسین سلامی جانشین فرماندهی سپاه پاسداران اعلام کرده جمهوری اسلامی قدرت موشکی خود را بر اساس پاراگراف قطنامه ها تنظیم نمی کند وی روز سهشنبه اول دی ماه در گفتگو با خبرگزاری فارس تصریح کرده توسعه قدرت دفاعی و بازدارنده سپاه بر اساس نیازهای دفاعی ماست و این یک تصمیم مستقل و کاملا ملی است و هیچ ربطی به قطعنامه های صادر شده ندارد وی هشدار داده در این زمینه هرگز قطعنامه ها را مطالعه نمی کنیم و هیچ وقت هم قرار نیست چند پاراگراف حرکت پرشتاب ما را برای تولید و قدرت دفاعیمان محدود کند سخنان این مقام سپاه پاسداران در حالی است که دولت آمریکا و سازمان ملل آزمایش های موشکی توسط ایران را نقض قطنامه های سازمان ملل تلقی کردند. دولت آمریکا همچنین خواهان افزایش فشار در این زمینه بر ایران شده است بر اساس قطعنامه 1929 که در سال 2010 در شورای امنیت سازمان ملل به تصویب رسید هر گونه آزمایش موشک های بالستیک در ایران ممنوع اعلام شد این قطعنامه تا زمانی که رسما اجرای مفاد برجام آغاز نشود همچنان پا برجا خواهد بود حتی پس از لغو تحریم ها در پی اجرای برجام هم ایران تا 8 سال مجاز به آزمایش موشک هایی که قابلیت حمل کلاهک هسته ای دارند نخواهد بود. آقای سلامی به فراگیری و وسعت حوزه های به او رسالت و مأموریت سپاه هم اشاره کرده و گفته دفاع از انقلاب اسلامی فراتر از دفاع نظامی است. جنگ نرم و جدال های فرهنگی امروز بخش مهمی از نبردهای های خاموش و غیر محسوس اما واقعی میان قدرت ها را شکل می داد و این حوزه نیز از مأموریت های سپاه به شمار می رود. به همچنین کرده نبرد در حوزه های امنیتی موضوعی است که بخشی از دامنه اقدامات سپاه را شکل میداد و امروز بخش های مهمی از جنگ ها را در سطوح استراتژیک تشکیل میدهند آقای سلامی در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص خبر برخی رسانه های غربی مبنی بر کاهش حضور نیروهای سپاه در سوریه هم گفته کم و زیاد شدن نیرو در هر صحنه یک امر طبیعی است ولی راهبرد ما در این زمینه و نقش ما در میدان و عرصه سیاست به هیچ عنوان کاهش پیدا نکرده و همچنان بر خطوط، اصول، اهداف و استراتژی های گذشته خودمان متکی و مستحکم هستیم و نقش خودمان را متناسب با نیازهای صحنه ایفا می کنیم. یک سایت عربی از اسارت دو نظامی ایرانی در اطراف شهر حلب در سوریه به دست گروه شبه نظامی گردان شام خبر داد و اکس آنها را منتشر کرد. این سایت به نقل از گردان شام خبر داد که این دو نظامی ایرانی در منطقه خانتومان در جنوب حلب به اسارت در آمدن. خبرگزاری تصنیم نزدیک به سپاه پاسداران به نقل از یک منبع نظامی نوشته که این منطقه روز یکشنبه به تصرف نیروهای دولتی سوریه درآمد منابع مستقل هنوز خبر اسارت این دو نظامی ایرانی را تایید نکردند در عکس منتشره از سوی گردان شام دو نفر که لباس نظامی به تن دارند روی مبل و زیر پرچم این گروه نشستند گروه یاد شده با انتشار این عکس در توییتر خود نام آنها را اعلام نکرده است گردان شام همچنین فیلمی منتشر کرده که به ادعای آن مربوط به گلوله باران شبه ایرانی در جنوب حلب با استفاده از شمار زیادی موشک های کاتیوشا، خمپاره و توبخانه سنگین است. سایت عربی 21 نوشته است سه هفته پیش نیز جبهه النصره از به اسارت گرفتن یک ایرانی در جنوب حلب خبر داده بود جبهه النصره همچنین اعلام کرده که سه تن از اعضای حزب الله لبنان و یک عراقی را نیز به اسارت گرفته است در خبری دیگر حزب الله لبنان اعلام کرد انتقام کشته شدن سمیر قنتار از اعضای ارشد این گروه را که بر اثر اصابت راکت به محل اقامتش در دمشق کشته شده را خواهد گرفت سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان روز دوشنبه سی آذر در سخنرانی تلویزیونی خود اعلام کرد که حزب الله اسرائیل را مسئول کشته شدن سمیر قنتار میداند دولت اسرائیل بدون تایید دخالت در حمله از کشته شدن سمیر قنتار استقبال کرده است. هواداران حزب الله روز دوشنبه پیکر آقای قنتار را که در پرچم زرد حزب الله پیچیده شده بود به خاک سپردند. سمیر قنتار قدیمی ترین زندانی عرب در اسرائیل بود که پس از مبادله با زندانیان اسرائیلی به فلسطین بازگشت. او در ماهای اخیر به نفع نیروهای حامی بشار اسد در کنار نظامیان ایران در سوریه مشغول جنگ بود. در خبری دیگر درباره سوریه نظامیان روسیه میگویند داده های دستگاه ثبت اطلاعات پرواز یا جعبه سیاه بمبافکن روسی که ماه گذشته توسط ترکیه در خاک سوریه سرنگون شد تقریبا قابل بازخانی نیست روسیه امیدوار بود ثابت کند که این هواپیما هرگز وارد حریم هوایی ترکیه نشده است چیزی که ترکیه رد می کند از 16 تراشه ی حافظه ی این دستگاه 13 عدد آن نابود شدند همزمان گزارش شده است که آزمایش تراشه های باقی منده نشان می دهد که بازخوانی اطلاعات آنها با استفاده از روش های معمول غیر ممکن خواهد بود سخنرانی عبدالواحد موسوی لاری از شهرهای اصلاح طلب نزدیک به محمد خاتمی در دانشگاه یزد با هجوم یکی از حاضران به سمت جایگاه سخنرانی ناتمام ماند وزیر کشور دولت محمد خاتمی به دعوت تشکل توسعه و اعتدال دانشگاه یزد روز دوشنبه سی آذر در این دانشگاه حضور یافته بود که در پی حجوم مهاجم به سمت بیرون هدایت شد اما در میان راه اده ای دیگر به سمت وی حجوم بردند. این گزارش می دانشجویان مهاجم با انتظامات مراسم درگیر شده و به زد و خورد پرداختند. طی روزهای گذشته برخی سایت ها و گروه ها در استان یزد با انتشار اطلاعی تهدید کرده بودند که مراسم سخنرانی موسوی لاری را برهم خواهند زد. این دومین باری است که سخنرانی عبدالواحد موسوی لاری بر هم می‌خورد. پیشتر نیز در قرچک ورامین ادعی با سر دادن شعارهایی به سوی او هجوم بردند که موجب شد عمامه وی از سر او بیفتد. قلام حسین محسنی اژهای معاون اول قوه قضایی روز دوشنبه سی آذر در دانشگاه تهران از مسئولان دانشگاه ها خواسته بود که اجازه ندهند فتنگران در دانشگاه ها حضور یابند و اگر قرار شد کسی از این افراد سخنرانی کند حتما قبلا از او قول بگیرند که سخنی برخلاف ارزش های نظام نگوید معاون اول قوه قضایی تاکید کرده بود در صورتی که پیش بینی حضور سخنرانی در دانشگاه ها موجب تنش خواهد شد باید دستگاه های نظامی اطلاعاتی و قضایی از ورود این افراد به دانشگاه ها خودداری کنند وی تصریح کرد فتنگران تا زمانی که توبه نکنند و جبران مافات نداشته باشند و بر موضع غلط خود بمانند اف نخواهند شد آقای محسنی اژهای در پاسخ به سؤالی درباره دلیل محاکمه نشدن میر حسین موسوی و مهدی کروبی رهبران معترضان به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری سال 88 تأکید کرد شورای عالی امنیت ملی تصمیم گرفت که فعلا اینها محاکمه نشوند و مصوبات شورای عالی امنیت ملی مانند قانون است همزمان صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه ایران در واکنش به نامه علی متحری ضمن حمله تلویحی به اکبر هاشمی رفسنجانی و حسن خمینی نظارت مجلس خبرگان بر رهبری را توهم و توقعات غلط و حرفهای مندرآوردی خواند که پشت آن حرکت مرموز وجود دارد وی همچنین ضمن انتقاد تلویحی از ورود همفکران اکبر هاشمی رفسنجانی به انتخابات مجلس خبرگان رهبری علامه خوانده شدن حسن خمینی از سوی آقای هاشمی رفسنجانی را استحضای حوزه های علمیه و خندیدن به شعور مردم خواند صادق لاریجانی تاکید کرد مجلس خبرگان رهبری حق ورود به دستگاه های زیر مجموعه رهبر جمهوری اسلامی برای نظارت بر آنها را ندارد. رئیس قوه قضاییه با اشاره به محتوای مطالب نامه علی متحری به او انتقادهای این نماینده مجلس از گفته های پیشینش را نقدهای بی اساس خاند. اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مسلحت نظام ایران روز 22 آذر در مصاحبه ای با خبرگزاری ایلنا با تاکید بر اینکه مجلس خبرگان رهبری نباید از نظارت بر نهادهای زیر نظر رهبری قافل شود گفته بود ما باید لاعقل نهادهایی را که زیر نظر رهبری هستند و هر عیبی دارند با رهبری مطرح و پیگیری کنیم که آن عیب برطرف شود علی متحری نماینده تهران در مجلس روز جمعه 27 آذر با انتشار نامه خطاب به رئیس قوه قضایی این گفته های او را خلاف سیره پیامبر اسلام و یادآور ادعای کلیسای کاتولیک در قرون وسطا و خلاف قانون اساسی دانسته بود. با سفر دیروز آقای جان ایو لودریان وزیر دفاع فرانسه به مسکو و دیدارش با همتای روسی آقای لاوروف پرونده سوریه شکل و سرعت دیگری یافته است وزیر دفاع فرانسه در این سفر از روسیه خواسته است تا بر حملات علیه داعش بیافزایند و سفر وزیر فرانسوی برای هماهنگی تازه نظامی از جمله تبادل اطلاعات بین پاریس و مسکو خواهد بود سه هفته پیش هم 26 نوامبر آقای اولان یک سفر چند ساعته و دیداری با آقای پوتین داشت ناظران میگویند جدا از موضوع داعش و سوریه روابط پاریس و مسکو که به دنبال عدم تحویل دو ناو جنگی فرانسوی میسرال به روسیه به سردی گرایده بود اینک مراحل مثبتی رو دنبال میکنه اینجا در فرانسه به وضعیت خاورمیانه با امیدواری بیشتری نسبت به گذشته نگاه می شود. باید اضافه کرد که همکنون آقای جرار لارشر رئیس سنای فرانسه که برای یک سفر سه روزه در آستانه سفر آقای روحانی که به فرانسه روز 27 جامعی انجام می گیرد در تهران به سر می برد با آقای روحانی دیداری داشته است و همینطور در این سفر آقای رفران نخست وزیر پیشین فرانسه در زمان آقای شیراکم که یکی دیگر از اعضای برجسته فرانسوی در این سفر بوده همکنون در تهران هستند دو روز پیش هم یکی از معاونان آقای روحانی آقای اسحاق جهانگیری به دیدار آقای بوتفلیقه رئیس جمهور الجزایر رفته بود ایران همکنون علنا در سوریه و به طور نیمه آشکار در موضوعات عدن دخالت دارد سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی به نقل از خبرگزاری فرانسه سخن از تلاش های دیپلماتیک رانده تا به گفته او با گفتگوی دیپلماسی میان آنها با عربستان به موضوعات سوریه و عدن پرداخته شود در تلاش های دیگر فرانسه موضوعات مبارزه با تروریسم نیز در خبرهای روزانه فرانسه دیده می شود از جمله نقل قول یکی از همدستان صالح عبدالسلام فراری حوادث تروریستی سیزده نوام که گفته انتقام خواهد گرفت و او یکی از مهره های اصلی و آخرین اثر حضورش در بلژیک دیده شده است. پاریس تلویزیون ایران فردا حسین جابرانسادی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران اعلام کرده به زودی شاهد آغاز به کار سفیر جدید دولت عربستان سعودی در ایران خواهیم بود وی روز دوشنبه یوم آزر ماه در جمع خبرنگاران گفت ایران آمادگی کامل دارد تا بسته های جدیدی را برای تقویت رابطه و تلاش برای حل بحران در منطقه تعریف کند پیشتر نیز حسن قشقاوی معاون وزیر خارجه ایران در سخنانی در گفتگو با شبکه العالم تلویزیون عربی جمهوری اسلامی گفته بود با دیدار اخیر وزرای خارجه دو کشور سطحی از گفتگوها میان ایران و عربستان درباره روابط دوجانبه و مسائل منطقه‌ای آغاز شده است. غلام ممیز مدیر حج و زیارت استان ایلام نیز از آزادی یک زائر ایرانی به نام حسن رحیمی خبر داده است که 75 روز در عربستان سعودی بازداشت شده بود. حسن رحیمی که برای انجام مناسک حج تمتع به عربستان رفته بود به دلیل اعتراض به عملکرد پلیس این کشور بازداشت شده و نتوانست در موعد مقرر با دیگر حجاج استان ایلام به کشور بازگردد. در تحول دیگر دولت استرالیا از سطح هشدار در ارتباط با سفر به ایران کاسته است کاهش سطح هشدار امنیتی میتواند به افزایش احتمالی دیدار جهانگردان آن کشور از ایران بیانجامد بیشتر استرالیا از شهروندان خود خواسته بود چنانچه قصد سفر به ایران دارند تجدید نظر کنند اما اکنون از شهروندان خود میخواهد هنگام سفر به ایران احتیاط زیادی بکنند کاهش سطح هشدار امنیتی در مورد سفر به ایران می تواند ناشی از توافقات پیشین کامبرا و تهران در مورد مسائلی باشد که یکی از مهمترین آنها موضوع بازگرداندن پناهجویان است. حزب کارگر، حزب مخالف دولت در پارلمان استرالیا انتقاداتی در مورد توافقات با ایران یا کاهش سطح هشدار مطرح کرده است. در یک وبسایت وابسته به وزارت خارجه و بازرگانی استرالیا سطح هشدار روی نقشه ایران با رنگ زرد و با عنوان در مجموع احتیاط زیادی رایت شود و در مناطق مرزی با افغانستان عراق و پاکستان با رنگ قرمز و با عنوان از سفر پرهیز کنید مشخص شده است. وزارت خارجه استرالیا از شهروندان خود خواسته است با توجه به تنش‌های فعلی منطقه احتیاط کرده و به امنیت خود در تمام زمان توجه کنند. صندوق بین المللی پول در تازه ترین گزارش خود اعلام کرده است سال آینده خورشیدی برای اقتصاد ایران روشنتر خواهد بود. این گزارش که روز دوشنبه سی آذر در سایت رسمی این نهاد بین المللی منتشر شده است می افساید افت شدید قیمت نفت در بازارهای جهانی ترازنامی کساد شرکت بزرگ و بانک ایران همچنین به تأخیر انداختن تصمیمات در باری مصرف و سرمایه گذاری در آستانی لقب تحریم های بین المللی باعث کاهش فعالیت اقتصادی ایران از زمستان سال گذشته تا شده است. بر اساس این گزارش انتظار می رود که رشد اقتصادی ایران از 3 درصد منفی در سال 93 به حدود منفی نیم درصد تا مثبت نیم درصد در سال جاری برسد. صندوق بین المللی پول در ادامه می نویسد که تورم نقطه به نقطه تایی ماهای گذشته به محدوده 10 درصد کاهش یافته و انتظار می رود که نرخ تورم در پایان سال خورشیدی به حدود 14 درصد برسد. ما این حال گزارش این نهاد بین المللی پیش کرده که سال 1395 سالی روشنتر برای ایران باشد بر اساس این پیش با توجه به برچیده شدن تحریم های بین المللی افزایش تولید نفت کاهش هزینه های تجارت خارجی و انتقالات مالی و همچنین دستیابی به دارایی های بلوکه شده ایران در خارج نرخ رشد اقتصادی ایران در سال آینده خورشیدی به حدود چهار تا 5.5 درصد خواهد رسید این گزارش است که رشد اقتصادی بالای ایران بیشتر متکی به مقدار افزایش تولید نفت است تولید نفت ایران قبل از تحریم ها حدود سه میلیون و هفتصد هزار بشکه در روز بود و همکنون به حدود دو میلیون و 800 هزار بشکه در روز سقوط کرده است ایران میگوید که به محض برچیده شدن تحریم ها تولید خود را تا نیم میلیون بشکه افزایش خواهد داد و شش ماه بعد از آن تولید نفت خود را به دوران قبل از تحریم ها خواهد رساند صندوق بین المللی پول در ادامه میگوید که با اصلاحات سیاست های اقتصادی ترازنامه بانک ها و سیستم مالیات رشد اقتصادی ایران در میان مدت به ثبات خواهد رسید و حول چهار درصد پیش خواهد رفت با این حال این گزارش می که برای جلب اعتماد در جذب سرمایه ها و اطمینان از حد اکثری کردن اثرات لقب تحریم بر اقتصاد ایران نیاز به اصلاحات گسترده در فضای تجاری در میان مدت است. صندوق بین المللی پول همچنین به ایران توصیه کرده است که با در پیش گرفتن سیاست معقول نرخ تورم در این کشور را به زیر ده درصد کاهش دهد. در همین حال محمد باقر نوبخ سخنگوی دولت ایران اعلام کرد بر اساس پیش های صورت گرفته نرخ تورم سال آینده زیر یازده درصد کاهش یافته و رشد اقتصادی به پنج تا شش درصد میرسد.